عرض سلام و ادب دارم. امروز در خدمتتون هستم. میخوام در مورد سیاست و اخلاق و احساس صحبت کنم. سرعت اتفاقات بسیار بالاست و میدونم که بسیاری از ما خشمگین هستیم و از همون ابتدای آغاز این انقلاب هم گفتیم که ما به این خشم نیاز داریم. عزیزان، بدون تعارف و خیلی صریح من میخوام صحبت بکنم. متاسفانه در بخش‌های جدی من میبینم که همچنان هموطنای ما، عزیزان ما، قابل فهمم هست، برخورد احساسی با سیاست دارن. من فکر نمی‌کنم کسی ذره‌ای درش انسانیت وجود داشته باشه اعدام رو ببینه، شکنجه رو ببینه، ضرب و شتم رو ببینه، آزار و اذیت و تجاوز به زنان مملکت رو ببینه و ناراحت نشه، اشک در چشمش جمع نشه، زجه نزنه و تمام اون مسائلی که میدونیم. این واقعیت سیاست، سیاست واقعی و واقعیت سیاست همچنین هست. یعنی سیاست عرصه خشن هست و دقیقا همین دوران رو، شاید بدتر، واقعا من اگه بخوام دونه دونه در مورد کشورها صحبت بکنم باید شاید جداگانه در مورد این کشورها و انقلابها و اتفاقاتی که درشون افتاده حرف بزنیم. فقط در مورد انقلاب کبیر فرانسه ما میگیم چنان خون ریخته میشد در اون انقلاب که واقعا جدی گفته میشد که خون در جوبها جاری بود. یعنی تا این اندازه یک انقلابی میتواند خشن بشه. همون جمله‌ای هم که میگفتن انقلاب فرزندان خود را میخورد، اونم از دل انقلاب فرانسه بیرون اومد. یعنی انقلابیون وقتی که به قدرت رسیدن خودشون شروع کردن به آدم کشی. ببینید، این واقعیت سیاسیه. از سیاست یه چیز آرمانی، احساسی، اخلاقی و چیزی که مربوط به واقعیتش نیست نسازید. تمامی انقلاب ها، یعنی بدون استثناء، یک چیز رو اینها درش اشتراک دارن و اون تداومه. ما انقلابی در واقع نداریم که یک باره مثل برق و باد اتفاق بیفته و تموم بشه و تمام. انقلاب تداوم میخواد و این ادامه دادن، این تداوم یعنی چی؟ یعنی هزینه. و این هزینه دادن مربوط به بخش‌ها و لایه‌ها و سطوح متفاوت است. به زبان ساده، ما برای اینکه بتونیم یک مملکت رو بسازیم، اول اعتقاد داریم که این مملکت توسط یک رژیم سیاسی دزدیده شده یا نه. یعنی رژیم سیاسی که به هیچ چیزی فکر نمی‌کنه جز خودش. یعنی منافع مردم و منافع اون کشور مد نظرشون نیست. اینو اگر ما مد نظر قرار بدیم، اینو اگر پایه قرار بدیم، اون موقع نگاه میکنیم میبینیم انقلاب ها یا مشخص هر شکلی از ساختن و پس گرفتن و بازسازی نیاز به اتحاد نیروهای مخالف داره. ما یه نیروی تقریبا منسجم نزدیک به هم در داخل داریم، نیروی در واقع جمهوری اسلامی رو دارم میگم، یعنی اون نظم سیاسی، چون اونها هم به هر حال سطوح متفاوتی دارن و بعضی موقع با هم دیگه اختلاف هم دارن، اما اینا با هم دیگه تبانی میکنن، اینا دور و نزدیک میشن به هم دیگه، خصوصا در چنین مواردی. و جمهوری اسلامی در این زمینه تجربه کافی داره. جنگ جمهوری اسلامی رو نجات داد در یه دوره‌ای. اینها میدونن که با بحران چطوری برخورد بکنن. برای همین ما هم باید پدافندی بتونیم برخورد بکنیم، توانایی رو داشته باشیم واکنششون بدیم و چه بسا در بهترین حالت موقعی که ما از واکنش خارج بشیم تبدیل به کنش بشیم، توانایی رو داشته باشیم که اکت سیاسی داشته باشیم. این اکت سیاسی درش اتحاد این نیروهای خارج، نیروهای مخالف خارج و داخل. حالا در داخل ما به هر حال به اندازه 40 سال اینا سرکوب کردن، یه مقدار تضعیف شده است، برای همین هم این پراکندگی وجود داره. تو ذهنمون رویا بافی نکنیم آ 4 نفر بلندشن بیان ائتلاف بکنن همه چی درست میشه. نه، اون فقط یک پایه است. به چند پایه متفاوت ما نیاز داریم. اسمش حالا ائتلاف، اتحاد، همبستگی، هر چی که میخوایم بذاریم. بحث سر اینه که اینو من اول تعیین تکلیف بکنم دوباره مشخص بشه. هر شکلی از رد کردن این اتحاد، ضدیت با همبستگی که آقا ما کاری نمیتونیم بکنیم، خارج نشینا فلانن، نمیدونم فلانی داره پول میگیره، این اون، اینا نقدای داخلی خود نیروهای برانداز باید باشه. اگر دیدید کسی داره اینو وسط انقلاب میاره علم میکنه، پرچم میکنه، این بدونید که یا نظم جمهوری اسلامیه یا
داره تو زمین اونا به شکلی داره روی توپ اونا داره واقعا داره بازی میکنه، کاری داره انجام میده که سود و نفع نهاییش مال جمهوری اسلامیه. به همین دلیل هم ما با لغو و کنسل کردن هر شکلی از تجمع ها مخالفیم. روشن من دارم میگم جز فریاد، جز همبستگی، جز تجمع، جز کار مداوم کاری نباید انجام بدیم. این بحث رو باید جدی بگیریم. پس در این زمینه اگر کسی بخواد سنگ بندازه جلوی پای نیروهایی که قراره یا میتونن یا پتانسیلش رو به هر حال دارن که هم بسته بشن، اینو باید حواسمون باشه. در نهایت فقط یک هدف روبروی ماست، سرنگونی جمهوری اسلامی. میخوایم یه عده‌ای برن تو کوه، در واقع دارن به اینا نمیخوایم بگیم آقا شما فشار هوا رو باید در نظر بگیری، سرما رو باید در نظر بگیری، کوه با کوه فرق میکنه، غذا تو باید در نظر بگیری، چی میخوای بخوری، چجوری میخوای بخوری، راه رو یاد بگیری، نوع برخورد با این بس هم بسیگه، نوع برخورد با هم تیمیت و کوهنوردان دیگر رو یاد بگیری. ایناست. به همین دلیل هم هست وقتی میبینی ما یه آدم متعرضی مثلا ضد زن هست فلان میاد داخل تظاهرات ما لگد میندازنش بیرون، یعنی اون هم بسیگه زیباست. نیروهای مخالف معاند نسبت به جمهوری اسلامی ممکنه با هم دیگه اختلاف سلیقه و اینا داشته باشن، اما روی این هدف اصلیه موندن و باید بمونن. جدای از این عزیزان، موتور انقلاب، اون چیزی که انقلاب رو پیش میبره، هیچ چیز نیست جز همین دو سه تا قضیه: یک، ذهن متشکل منسجم متکثر، چندین نیرو و رنگارنگ چند لایه که اینها تز میدن و با این تز پیش میرن، رو شعار هماهنگ میشن با هم دیگه، رو شکل تجمع هماهنگ میشن با بعد به اون بغل یکی میاد میگه تفرقه نندازید فلان. نه، بحث بر سر اتفاقا همبسته کردن این قضیه است. بحث بر سر پیدا کردن نخی است که تمام این نیروها رو به هم دیگه وصل بکنه و این نخ وجود داره. جدای از این، در کنار این، ما مجبوریم نقشه راه بدیم. ما نمیتونیم، ما که دارم میگم مجموعه این فکر، به هر حال به عنوان یک برانداز دارم اینو میگم، به عنوان یک سرنگونی طلب، و تو هم، توی که برنامه رو داری میبینی، تو هم اگر پیشاپیش این ذهن سرنگونی طلب رو داری و هدف مشخصه، طبیعتاً این فکر میکنی دیگه چه کار باید بکنیم، چه اتفاقی باید بیفته. پس این نخه رو باید ما پیدا بکنیم و بر اساس این نخه نقشه راه رو بدیم. به همین دلیل هم نیروهای همبستگی خارج از کشور مهمن، هم از جهت کاری مهمن، هم از این جهت مهمن که به دول خارجی، به قدرت‌های جهانی که حتما تاثیر دارن و برنامه قبلی من اینو بهشون به این مسئله اشاره کردم، اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده و ببینه که آقا این 4 نفر نمیدن فقط با ما عکس بگیرن، نیومده دوربین بگیره فلان اینا بازی در بیاره، میخواد کار بکنه. نظم سیاسی ما میخوایم، یه نیروی آلترناتیو میخوایم که این نیروی آلترناتیو توانایی اینو داشته باشه حداقل دو کلمه، دو جمله در مورد سیاست حرف بزنه، 4 تا ترم سیاسی رو بشناسه. نیرو هست، جوانهای تحصیل کرده هستن، جوانهای تحصیل کرده ایرانی و اروپایی آمریکایی هستن که عرق به وطن داره، عاشق میهنشه، هویتش وسط جهان غرب غرق نشده، در واقع همچنان ایرانی میدونه خودشو و علمم داره، دانشم داره، روابطم داره. اینا رو بیاریم پیدا بکنیم، اینا رو جمع بکنیم. قدم بعدی، یکی دیگر از موتورها که بسیار اهمیت داره و ما اینا رو تاکید داریم، همینه، بحث اعتصابه. عزیزان دوباره دارم میگم، تعارف که نداریم ما از دکتر، مهندس، نمیدونم معلم، کارگر، هنرمند خارج از کشور که نمیایم بهش بگیم تو اعتصاب بکن. که ما به کسی که در داخل هست و چه بخواهد چه نخواهد، نیروی مولد، نیروی تولید کننده داخلی هست، اینو میخوایم. عزیزان تا موقعی که چرخ تولیدی اقتصادی، نظم فرهنگی سیاسی جمهوری اسلامی فلج نشود، اتفاق عجیب غریبی نمیفته. ما که نمیریم نامه برداریم نمیدونم و بگیم آقا 4 تا کشور خارجی بلند شید بمب بندازید اونجا، که نه، اینو که داریم مستقیم نمیگیم، که میگیم نیروی خارجی کمک بکند، ائتلاف، همبستگی، اتحاد اتفاق بیفتد، اعتصاب لایه زیرین و فاندامنتال اون اتفاق بیفته، چرخ اقتصادی فلج بشود. تازه در کنارش من دوباره میگم آقا ما چرا نیروهای پارتیزان نداریم؟ ما چرا کمیته‌های مجازات نداریم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چجوری باید بیفته؟ اینها چیزایی که حالا تو یک کانال یوتیوبی که من نمیتونم بیام اینا رو توضیح بدم. چند عامل در کنار هم دیگه است. اعدام‌هایی که الان داره اتفاق میفته، این بازی که جمهوری اسلامی راه انداخته، یه عده خشمگین میشن. بسیار عالی. این خشم بسیار خوبیه. همه ما خشمگینیم. همه ما اشک داریم می‌ریزیم. ولی سیاست عرصه احساس و اخلاق به این معنا نیست. ما نمیتونیم برخورد اخلاقی بکنیم با این قضیه. ما نمیتونیم بگیم آه حالا داریم میکشه پس ما بریم لباس گاندی بپوشیم. نه، موقعیت ایران فرق میکنه. زدن باید بزنیم.
حالا یکی میاد میگه اه فلانی وایساده اونور داره تهییج میکنه، تشویق میکنه که جوونا بریزن خیابون فلان. خب چی؟ معلومه که این کارو میکنی، معلومه که این اتفاق باید بیفته، معلومه که با ما مگه میگه ما خشتک و پاره کن با بوس و بغل نمیره، مگه تعارف؟ مگه برای همینم جمهوری اسلامی همون تیکه رو برمی‌داره میذاره توی صدا و سیماش؟ چون میدونه که چه اتفاقی قرار بیفته، چون میدونن، اونا میدونن، آمادن، اونا با خون اومدن، کشتن، با آرامش نمیرن. هیچ جای جهان جای اینا نیست، اینا باید برن فرار کنن، برن ونزوئلا. برای همینم دارن با اونا تبانی میکنن، جایی که نظم سیاسی کنترل نداره، به شکلی داغون از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی. اینا مجبورن برن فرار کنن، برن اونجا تو اون وضعیت زندگی بکنن و برای این فرار دست به هر کاری میزنن. اینکه دارن نخو میدن که آقا ما اگه بریم اینجا رو ویرانه میکنیم، بحثشون روشنه، معلومه که نمیتونن این کار انجام بدن اگر این سیستم اعتصاب اتفاق بیفته، اگر فلج بشود، اگر ما در نهایت بفهمیم. دوباره من دارم میگم، از همبستگی چند عامله که این اتفاق میفته. ما این انقلاب رو همه در کنار هم دیگه، داخل خارج، من مدام تاکید میکنم چون من میشنوم، ارزش ها رو از افراد نباید گرفت. کاری که حتی اون آدمی که یه توییت میزنه ارزش داره. یادتونه یه بحثی رو یه زمان راه مینداختن که آقا این توییت رو فلان و هشتگ و فلان اینو، معلومه بگی هشتگ تنهایی این اتفاق نمیفته. چند عامل متفاوت در کنار هم دیگه این کارو پیش میبرن و ما هر کدوم از این عوامل رو حذف بکنیم، داریم یه پایه از این میز رو برمی‌داریم، یه جای داستان رو داریم خالی میکنیم، یه بخشی از این ماشین رو داریم تخلیه میکنیم و کاری که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. اون مسئله نهایی که سرنگونی جمهوری اسلامی است نیاز به این تداومه داره و ما این تداومه رو همچنان باید حفظ بکنیم. عزیزان، ما ناگزیر هستیم برای این انقلاب بجنگیم، ما ناگزیر هستیم این انقلاب رو با جان خودمون، با فکر خودمون، با ذهن خودمون، با هر آن چیزی که داریم پیش ببریم. تلخه، بسیار تلخه، تاثیرات احساسی خیلی عجیب غریب داره. من از دوست آشنا خودم بسیار در مورد خودم مراقب هستم، اما خب اطرافیان نمیشه کاری کرد، با هر کی زنگ میزنی گریه، ناراحت، فلان، ولی چه کنیم؟ این هزینه هایی که باقی جهان هم داده، نترسیم. من میدونم ما با یک کشوری روبرو هستیم که انقلاب مشروطه داشته، نمیدونم بعد از اون تلاش بر این شده که کشور ساخته بشه، بازم همچنان آشوب داشته، یک حزب متعفن منفوری مثل حزب توده رو داشته که بسیار خائن بوده، بسیار کارن به قول من کارشکنی کرده در طول تاریخ ایران. بعد با یه سری از جریان ها روبرو شدیم که اینها متاسفانه ذهن پیشرو و آینده نگر نداشتن، مسئله ساز شدن، همبسته شدن با یه سری ملای داغون و یه سری اسلامی تروریست و انقلاب 57 متاسفانه اتفاق افتاد. بعد از اونم وارد جنگ شدیم. یعنی راحت نیست. ما هممون میدونیم که راحت نیست، اما آیا اراده ما قراره که بر روی این باشه که این سرنگونی اتفاق بیفته؟ اگر این بله هست، اون موقع ما ناگزیر هستیم هزینه های اون رو هم بپذیریم. دوباره میگم، کسی جان خودشو میذاره، کسی فکر خودشو میذاره، کسی از شغل خودش دست میکشه، اعتصاب میکنه، کار میکنه، توییت میزنه، نامه مینویسه، هر کسی در هر حوزه‌ای که هست باید پرچم رو بالا نگه داره. هر کسی دیدی این پرچم رو از دست کسی داره میکشه پایین و اون پرچم میدونی که اون پرچم در راه ایرانه، در راه منافع ایرانه، در راه سرنگونیه، خودتو جدا کن از اون دسته، خودتو جدا کن از اون فرد. سیاست عرصه اشک و زاری و حرفای احساسی و فلان اینا نیست. همه چیز در خدمت هدف باید باشه، همه چیز در خدمت اون راه نهایی باید باشه. ما پیروزیم، باید به این باور داشته باشیم، باید ایمان داشته باشیم. اما سیاست عرصه بیمه نیست، هیچ تضمینی وجود نداره و با اینکه تضمینی وجود ندارد، ما باید برای سرنوشتمون بجنگیم. من از سال 78 حقیقتا وقتی که خودم رو نگاه میکنم به عنوان یک جوان وارد این عرصه شدم، آروم آروم یه بخشایی رو تراشیدم از خودم، یه بخشایی اضافه کردم، این تجربه اومد، تصحیح کردم، تعقیب فلان، تا متوجه بشم که عرصه سیاسی چه عرصه‌ایه، بازی‌های سیاسی چه بازی‌هایی هستن و چگونه جان میخواد، سخت جانی میخواد. این غربی‌ها رو نگاه نکنید الان سیاست مدار
سفید و توپل مپل تر و تمیز داره میچرخه، اینا زجرهاشونو کشیدن و زجرهاشونو زدن، کار کردن اینا. همین شما حساب بکنید همین قرن بیستم سرشار از اتفاقات عجیب غریب در اروپایی بود که اصلا کسی در تخیل خودش هم نمیدید که یه نظمی بیاد 6 میلیون 7 میلیون آدم بکشه، اما اومد. بعد یه دوزاری مثل جمهوری اسلامی که خودش کشته تا 40 خورده ای سال کشیده رو نمیتونیم پایین بکشیم ما؟ نمیشه به نظر شما؟ معلومه که میشه. این اون فکریه که اونا دارن روش مانور میدن که نه نمیشود. معلومه که میشود. ترس هاش هم داریم، بله ترسش هم داریم، به همون دلیل همون ترس ها به عنوان فانکشن دفاعی باید استفاده بکنیم و حواسمون باشه، باگا رو بگیریم، سوراخ ها رو باید بگیریم. با این روش پیش بریم اون موقع دیگه حواسمون جنگیم، تو جنگیم، ما تو جنگ حلوا پخش نمی کنن. امید دارم که این بحث ها محرک باشه، من تعارفی ندارم، مهیج باشه، تشویق کننده به اتحاد باشه، تشویق کننده به همبستگی باشه، پیشروی و آینده نگری و حواس جمعی. ما رو تناب داریم راه میریم، اما باید حواسمون باشه اگر این مسیر رو طی بکنیم امید باید داشته باشیم به دست توانای جوانان اون مملکت. هر کسی به اندازه خودش یه آجر بذاره و اون مملکت رو دوباره بسازیم. ایران زیبا و بزرگ و عزیزمون رو. فدا.